اپیدمیولوژی گاه شمار قتل عام سال 67 را منتشر کرد و نوشت 31 سال پیش در چنین روزهای خمینی فتوای محرمانه خود در خصوص اعدام تمام زندانیانی را صادر کرد که در حمایت از سازمان مجاهدین خلق بر سر موضع خود ایستاده بودند. دولت انگلستان در یک بیانیه رسمی اعلام کرد برای تضمین آزادی کشیرانی و عبور امن از خلیج فارس با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کنیم. دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان گفت باید امنیت تنگه هرمز را با توجه به تهدیدهای فزاینده امنیتی تضمین کرد تا آزادی کشیرانی بین‌المللی را تضمین کرد. جنرال جک کین معاون سابق رئیس ستاد مشترک نیروهای زمینی ارتش آمریکا به فاکس نیوز گفت رژیم ایران به دنبال ایجاد یک بحران اقتصادی با اختلال در جریان نفت برای مجبور ساختن آمریکا به عقب نشینی از تحریم هاست. مارک پومپو از بیش از 60 کشور دعوت شده تا برای امن کردن تنگه هرمز همیاری کنند. ما امنیتی را می‌خواهیم تضمین کنیم که یک برنامه جامع داریم، به طوری که رژیم ایران اگر دست به اقدامی بزند قبل از آن باید ریسک یک درگیری نظامی را بپذیرد.